خب دوستان عزیز برابچه های بیننده که توی فیسبوک هم زیاد میچرخید، خوشحالم امروز یه فرصتی رو پیدا کردیم. توی پشت برنامه مقدار شوخی داشتیم با عزیزان، منو اذیت میکردن، تولدم و کادوی تولدم رو بیشتر میدادن. اما چرا جمع شدیم؟ داستان چیه؟ حالا حوصله‌مون سر رفت، گفتیم یه گپی با شما بزنیم، هیچ خبری نیست. ای بابا حال مردم رو گرفتید. آقا می‌خوایم از تمام موضوعات جدیدی که تو پژواک می‌خواد بیاد تا خود کریسمس باهاتون صحبت کنیم، راجع به فیچرهای جدید باهاتون صحبت کنیم. براتون خیلی سورپرایزای قشنگی هم در آینده خواهیم داشت. هر جور عرضم به خدمت. حالا میگید چی سورپرایز خبرنا؟ موضوعاتی که قبلا نگاه میکردیم، حداقل موضوعاتی که من خودم شخصا دوست دارم، خیلی موضوعات الهیاتی بود که با مسائل کاربردی، زندگی کاربردی مسئول ارتباط نداشت. دوستان گفتم و از اون آسمان و ابرها بیاین پایین یه مقدار با ما روی زمین بچرخید. بنابراین موضوعات یه مقدار کاربردی تر شدن امسال. اینه که اینجا نوشتیم و یه توضیح کوتاهی هم در مورد هر کدوم خدمت شما میدیم. درست. موضوع هفته آینده هست مسیحیت و محیط زیست. ما شاید خیلی به ظاهر بی ربط باشه، ولی هفته آینده ما ربطش رو به شما نشون میدیم. این یکی از موضوعاتی بود که من اصلا دوست نداشتم در موردش صحبت بکنم یا اصلا در موردش مطالعه بکنم، ولی فکر میکنم یکی از قسمت‌های خیلی مهمه زندگی هر مسیحی هست، مخصوصا عزیزانی که هر روز صبح قهوه میگیرن، قهوهشون رو میخورن، آشغالشون میندازن کجا؟ کجا؟ صد لاشقا. اگه قهوه خوری هم باشه، ولی ارامنه معروف قهوه خوری به من میچه، این چیزا نمیچسته. موضوع هفته بعد از اون موضوع جلوگیری از بارداری هست که خیلی از عزیزان، حداقل از عزیزان مسیحی، دوست دارن بدونن آیا این امر در باور و اعتقاد مسیحی قابل قبول هست، اگر هست در چه بُعدها و به چه شکلی هست. جزئیات خیلی دقیقش رو باهاتون در میون خواهیم گذاشت. مطمئن باشید که بهتون اطلاعات جدید میدیم، ولی دوست داریم شما هم نظراتتون رو در طول این مدتی که برنامه خواهد اومد با ما در میون بذارید که بتونیم نظرات شما رو هم انعکاس بدیم. اما من باید بگم این قسمت بعدیش در مورد کلیسای سالمه. یک کلیسای سالم باید چه خصوصیات رو داشته باشه؟ اما چون ما همیشه توی برنامه پژواک مقدار ازم به خدمتتون کم صحبت، این وقت زیاد میاد. نه حرفا یه چیز دیگه میخواستم بگم. توی برنامه پژواک مقدار دنبال کم میگردم، یه مقدار بحث انگیز صحبت ها اینه که صحبت ما و هدف ما کلیسای خاصی نیست. بله. به خدا، یعنی به خودتون نگیری. کسی به خودش نگیره. صحبت خیلی کلیه و داریم از یک کتاب بسیار معروف به اسم ناین مارکس نوشته مارک دور استفاده میکنیم. یکی از شبانهایی بسیار عالیه، فکر میکنم کلیسای تعمیدی هستش و که با گروه های ایرانی هم کار میکنن. این عزیز داریم از این کتاب استفاده میکنیم برای توضیح این بخش. البته ما این برنامه رو برای دو هفته خواهیم داشت، به خاطر اینکه مطالب زیاده. مطمئنم شما هم خیلی سوالات دارین و برها مثل همیشه ما نیاز به کمک شما داریم. بله. موضوع بعدی که از موضوعات سخت الهیات مسیحی است، انجیل چیست؟ میخوایم یه خورده صحبت کنیم راجع به انجیل یا خبر خوش چی هست، تمرکز کلام خدا یا انجیل در واقع چه ماهیتی رو دنبال میکنه و چرا کلیساها اینو مرکزیت باور و اعتقاد خودشون قرار میدن. چون میدونید نه خیلی صحبت به نظر ساده میاد، انجیل یک موضوع به نظر خیلی ساده است، هر مسیحی دیگه من انجیل رو میدونه، ولی متاسفانه حداقل توی رادیو تلویزیون های آمریکایی و حالا توی ایرانی ها هم متاسفانه این کشیده شده، انجیل به یک نوع دیگه ارائه داده میشه. یعنی اون پیغام اصلی انجیل رو که تمرکز اناجیل هست یا روایات زندگی عیسی مسیح و بعد ببینیم رسولان رو در رسالات خودشون نیستن، یک چیز دیگه رو مطرح میکنن، ولی جامعه مدرنیزه شده مسیحی این رو تبدیل میکنه به یک وسیله برای اینکه بتونیم خواهش نفس خودمون رو بهش برسیم. یک وسیله رو ازش استفاده، یک انجیل رو یک وسیله ساخته که بخوایم اون نیازهای خودمون یا آرزوهای خودمون رو در قالب اون به دست بیاریم. درست. می رونیم مقدار بیشتر با هم دیگه نگاه. پس یه دیدگاه تازه مثل همیشه در پژواک از این خواهیم داشت. تازه نیست، ولی میخوایم یه مقدار تازه، نه متفاوت شاید میشه گفت. بله. موضوع هفته بعدش نه یعنی هفته بعدش میشه رسانه ها و ایمان مسیحی. ما شاید به شکل های مختلف در مورد این صحبت کردیم، ولی جا داره از اونجایی که امروز رسانه ها نقش خیلی خیلی مهمی دارن در ایمان مسیحی، باز هم میخوایم بهش نگاه کنیم، ولی مطمئنا دیدگاه متفاوتی از آنچه که تا به حال خودمون حتی گفتیم خواهیم گفت. خب موضوع بعدیمون
نااطاعتی اجتماعی هست. میخوای اینو خود توضیح بدی؟ نااطاعتی اجتماعی حالا شاید اینطور باید این رو مطرح بکنیم که بس یه جورهایی هم ارتباط داره به موضوع صحبتی که هر دو هفته گذشته داشتیم. یک شهروند مسیحی چه زمانی باید از دولت و قوانین دولت نااطاعتی بکنه؟ یا آیا واقعا باید یک شهروند مسیحی در برابر قوانین دولت نااطاعتی بکنه یا نه؟ یا در هر شرایطی، هر آن چیزی که دولت مطرح میکنه، هر آن چیزی که دولت تعیین میکنه و حکم میکنه رو باید چشم بسته قبول بکنه. دیدگاه های مختلفی در این قسمت هست که میخواییم رو با هم دیگه نگاه. و اما موضوع بحث انگیزی که همیشه خیلی مورد توجه چه آقایون چه خانوما بوده و اون اینه که زنها و شبانی کلیسا. ما باز در مورد این صحبت کردیم، مهمانی داشتیم، کشیش ساسان عزیز رو داشتیم، ولی باز هم از اونجایی که خیلی سوالات متفاوت داشتیم در مورد این موضوع در موردش صحبت خواهیم کرد. دو سال پیش بود آخرین باری که در این باب صحبت کردیم. ما به حقوق عزیزانمون اهمیت بدیم، مثلا این موضوعات رو تکرار میکنیم چون خیلی موضوعات حساسی است که کلیسا هر روز باش دست و پنجه نرم میکنه. برای اینکه ما حتی خودمون یه خورده عقاید متفاوتی هم در این مورد داشته باشیم، دوست داریم دیدگاه ها رو به شما انتقال بدیم. اما موضوع بعد، موضوع بسیار محبوب، شاید بزرگترین نقد غیر مسیحیان بر باور و اعتقاد مسیحیت، تثلیث است. میخوایم یک بار دیگه با جزئیات، شاید یک خود متفاوت از دفعه دیگه که تکراری نباشه، ولی میخوایم یک بار دیگه بشکافیم تثلیث رو، راجبش صحبت بکنیم. باز تشویقتون میکنیم اگه دوست دارید در این موارد، همه این موضوعاتی که صحبت کردیم، نظرات خودتون رو انعکاس بدید، به ما بگید که بتونیم این مسائل رو با انعکاس نظرات شما. امیدوارم اصلا تو این برنامه تاسیس بتونیم یک نگاهی هم به یگانه انگاران پنتیکاستی هم بندازیم، به کسایی که تاسیس رو قبول ندارن، به گروه های مسیحی هم هستن که این اواخر خب هم کشیشانشون دستگیر شدن، مسیحیانی که دارن خدا رو خدمت میکنن و دارای یک دیدگاه متفاوتی، دیدگاه که دیدگاه تاریخی کلیسا در مورد تاسیس نیست رو دارن. اینو می‌خوایم با هم یک مقدار بسنجیم که اونها در چه قسمتی از جامعه مسیح یا الهیات مسیح قرار دارن و چه ارتباطی به اصلا این دیدگاه چه ارتباطی به نجات داره و چه جایگاه این گروه در جامعه کلی مسیحیت داره. این رو هم به فیض خدا اگر فرصت شد که فکر می‌کنم شاید به دو تا برنامه کشیده بشه نگاه خواهیم کرد. و اما موضوع بعدی هست که واقعیت مسیحیت، اگه اشتباه نکنم، حقیقت مسیحیت و دیدگاه دنیا. یه توضیح کوتاه من بدم. بله. انگلیسیش خیلی بدجور نمیشه شده. بله. مسیحیت یا الهیات مسیحی حقیقت رو چطور نگاه میکنه و جهان بینی های دیگه ای که در دنیا وجود داره، میتونه اسلام باشه، یهودیت باشه، ادیان شرقی باشه، زرتشتی باشه و یا اصلا ایتیزم باشه، این دیدگاه های جهان بینی های دیگه غیر مسیحی به این حقیقت واحد به چه صورت نگاه میکنن، اون رو چطور تفسیر میکنن. میخوام یک مقایسه کلی از جهان بینی های کلی داشته باشیم. خب موضوع بعدی اگه اشتباه نکنم دعا و پیشدانی خدا هست. میخوایم راجعش صحبت بکنیم. قبلا راجع به پیشدانی خدا صحبت کردیم، موضوع بسیار پیچیده هست. اگر دوست دارید بیشتر راجعش بدونید میتونید برگردید تو آرکایو برنامه در وبسایت نگاهی بهش بکنید. آماده بشید، این بار برمیگردیم، میخوایم باز بیشتر بشکافیمش و بگیم اگر واقعا خدا طبق بعضی از دیدگاه‌ها پیشدانی کامل داره برای اینکه چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد و همینطور اراده میکنه که چه اتفاق بیفته و انسان به هیچ وجه نمیتونه رو عوض بکنه، آیا دعا نقشی داره یا نه این دیدگاه اشتباه است و باید با دیدگاه‌های دیگه‌ای دعا رو بهش نگاه بکنیم که بتونیم دعای پر از روح و پر از انگیزه‌ای داشته باشیم برای تعالی. یکی از بزرگترین موضوعات مسیحیت دعا کردنه و ما باید آگاه باشیم که منظور از دعا کردن چیه و چه ارزشی و چه اهمیتی و چه شکلی میتونه داشته باشه در زندگی ما مسیحیا. در ضمن من توی صفحه شخصی خودم در مورد پیشدانی خدا و 4 تا دیدگاه کلی که وجود داره صحبتایی رو کردم. درسایی هست که با عزیزان داریم دنبال میکنیم، اگر مایل هستیم میتونیم اونجا این درس رو دنبال کنیم. خب موضوع بعد، موضوع بعد مسئله شر هست. وقتی که ما توی دنیا نگاه میکنیم با این تراژدی هایی که تجربه میکنیم، سوال هایی توی ذهن ما مطرح میشه که اگر خدا خدای نیکو هست، خدای دانای مطلق هست و خدای قادر مطلق و حاکم مطلق هست، چطور میتونه شر در دنیا وجود داشته باشه؟ به نظر یک تناقض اینجا هست. میخوایم این رو با هم دیگه بشکافیم، نمیخوایم پاسخ قطعی رو به این بدیم چون این پرسشی هست که فلاسفه و الهیات دانا شجب خمیازه ای میکشتی گرفته. آخه دیگه موضوع خیلی دیگه رفت الهیات میشه. میخوایم این مقدار با هم بیشتر این رو بررسی بکنیم و بشکافیم.
درسته. و موضوع بعدی هست که میرسیم به زبانهای شیرین کریسمس و مسیح و به قول معروف اون مسئولیت یا اون چی بهش میگن میشن؟ هدفش مقصودش برای اومدن به این دنیای خاکی. در مورد اون صحبت میکنیم. میدونم که خیلی شیرین میتونه باشه در اون روزای قشنگ. هفته بعدش هم اگه سرتون درد اومده تو این هفته فقط راجع به کریسمس و جشن کریسمس صحبت خواهیم کرد. شاید یه خورده بپردازیم به ابعاد مختلف کریسمس، ولی دیگه اون وقتا وقتی هست که میخوایم با شما عزیزان در جشن و شادی باشیم. زنگ بزنید خاطره تعریف کنید. اینجا جا داره بگیم که عزیزان ما هر نوع کادویی را از طرف شما میپذیریم. ما دست شما عزیزان رو رد نخواهیم کرد. اگه بخوایم به هر شکلی اینا رو پست بکنین، ما آدرسی در خدمت شما قرار میدیم. خب شوخی بودین؟ اصلا شوخی نبود. عرضم به خدمتتون دوستان، این موضوعات حدود فکر میکنم 80% این موضوعات که انتخاب شده خود شما این رو برای ما بفرستادید. اگر موضوعات دیگه ای رو هم هست که مایل هستین در مورد اونها صحبت بکنیم، همیشه ایمیل های ما هست، فیسبوک ما باز هست، میتونید من دارم حرف میزنم فیسبوک ما باز هست، عرضم به خدمتتون برای ما بفرستید و خوشحال خواهیم شد که به ما جهت بدید. یه موضوع دیگر هم بذارید بگیم دیگه، حالا همه موضوع رو گفتیم، آخرش هم بگیم اگه بشه همه موضوعات خوب پیش بره، 5 ژانویه هم راجع به پرستش و یک دیدگاه تازه راجع به پرستش صحبت میکنیم. پرستش یک بخشی از همیشه سیستم کلیسایی بوده، هر کسی هر کلیسایی که میره به یک شکلی پرستش رو در اونجا تجربه میکنه. ما میخواییم یه خورده از دیدگاه الهیاتی به پرستش بپردازیم، به سرودها بپردازیم، یک نگاه متفاوتی داشته باشیم. با ما باشید اگه علاقه من به پرستش و سرود هستید، حتما لذت خواهید. به هر حال دوستای عزیز، بازم میگیم که دوستتون داریم، منتظر تماسهای شما هستیم. این برنامه مال شماست، برای شماست، پس نظرات شما، صحبتهای شما، عقاید شما و انتقاد مثبت شما میتونه، حالا منظورم از مثبت یعنی اینکه یک به قول من راه حلی اگر اشتباهی سازنده. هست سازنده باشه، برای ما خیلی میتونه مفید باشه. خب حرفی نیست. سلام. تمام، خدا نگهدار.